جان دفتر رو دوتا بفهمم. نفر دوازدهم و دوم. جناب آقای بهرامی و جناب آقای راستمندی. به حاج آقای چه مکن که دفتر رو میخواد برید که هم کافی اگه داشته باشید. شما دارید آجا؟ من نمیدید به جک کلاس جریم همید البته به ایشون هم باید. خب مسئله کجا بودیم؟ 811 آجا ببخشید این عدو تحریم وسیله من الان رحمم گرفتاره واقعا گرفتاره الان میدم 10 مینوت من میدم به جهیزه این دمکن اصلا قبول نمیشه یا نه ازش کنم نه اینو میگن نفی کمال این آقایون میگن مثلا بگن که لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجد به نماز همسایه مسجد نیست مگر تو مسجد نه نیست که باطل باشه کمالش اونجاست وقت با بودن قوم خش فقیر کمال ثواب اینه که به این بدیم نه که اونم ثواب نداره کمالش اونجاست بگن نفی کمال میکنه یعنی 100 تا ثواب داشته باشیم که 10 تا بله اصلا این بسایه اون بسایه بکنه خیلی ثواب بله بله نه بله. یعنی همش به این برسیم یا بعد مثلا اگر بود به دیگر اگر همزمان هم بود میتونستی هم برسیم نه یه وقتی هستش که فقیر استرار داره به صورت فقر نیست الان مسترده و همه الان اون یه تقدم داره اون که الان افتاده و حالا که اون تقدم با من حساب کرد مثل که عالم تره مثلا رو باید دیدم صدقه به عالم 7000 برابر صدقه به جاهل ثواب داره اینا هی کمال دیگه همان اون که محتاجتره اون که لنگتره هی بیشتر مثل نماز با مولای امام حسین و عطر بزنه و شونه بزنه مثلا بله اینا بله بله که هی زبا سوا باشه امام جماعت عالم و اونجا سوا خب چه شما برای فرمودید؟ 811 ده ده نه خب حالا مش نفره اول جناب سفری 811 بله من از ها شما عرضم بر این که نجس بودن چیزی رو فراموش بکنه بدن یا لباسش با رطوبت بهش برسه در همون حال فراموشی هم نماز بخونه و بعد نماز یادش بیاد خب اگه بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودنش رو فراموش کرده برسه بدونه بله نمازش باطله بله مرحله آخر هم که اعضای حضور این که اتفاق بیفته باز فراموش کنم ممنون درست فرمید عرضم برای این که بعضی از طهارت ها شرط رکنیه رکنیه یعنی فراموشم بکنیم چیز ده حل نمیشه اعضای وضو باید پاک باشن میخوایم وضو بدیم جای غسلم بدن پاک باشه که غسل بده نباید ولو یک لحظه قبل از اون غسل پاک بشن اگه یادمون بره غسل باطله غیر بدنه که اگه یادمون بره بد بفهم نماز درسته میگن اون شرط ظاهریه پاک بودن لباس و بدن شرط ظاهریه صحت نمازه ولی پاک بودن اعضای وضو و غسل شرط اون واقعیه اون دیگه شرط رکنیه یعنی اگه نباشه خراب میشه نمیدونستیم در دوا نمیکنه آجا آبده کنه اگر نماز بله کنه بسی که نخونده دیگه بله آجا اگر نجس بودن چیز اصلا موضوع باطله اگر نجس بودن چیز رو فراموش کنم و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد حال فراموشی نماز بخونم بعد نماز یاده شد نماز او صحیح. صحیحه بله اینجا هیچی ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد بدون این که خود را آب بکشد غسل کند و نماز بخواند غسل و نمازش هر دو باطله علتش باطل بودن غسله چون غسل باید وقتی میخوام غسل بدیم باید عضو پاک باشه این درستی یادش رفته ولی فایده نداره یاد رفتن اینجا درد روا نکنه مگر اینکه طوری باشد که به غسل نمودن بدن نیز پاک شد و آب نجس نشود مثل اینکه در آب جاری غسل کند و نیز اگر جایی از اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آن که آنجا را آب بکشد وضو بگیرد و نماز بخواند وضو و نمازش باطل می باشد مگر اینکه طوری باشد که به وضو گرفتن اعضای وضو نیز پاک شود و آب نجس نشود مثل آب کل یا جاری
ارزم برای اینکه ببینید بعض وقت تو خود قسل کردن مثل قسلای ما کردن دوش و ایناس بدن پاک میشه. آخه پاک شدن عضو نجس اراده نمیخواد، قصد نمیخواد، خودش پاک میشه. مثلا شما پاتون ادرار دیخته روش لیاتون رفته، رفت تو آب، تو آب جاری، به طور که اگه مثلا میدونستید پاک هم شده بود، خودش پاک میشه، چون پاک شدن چیز نمیخواد، قصد رو به این مقدم. مثلا دارم غسل میکنیم، هم که آب میریزه پاک میشه عضو. حالا یه جوری غسل بکنیم که بعد از پاک شدن هم قصد غسل داشته باشیم که اون آبای بعدی غسل رو در جای پاک انجام داده باشیم. یا وضو مثلا تو صورت خونی بوده، آمده بوده جوشی خونی بوده، پاک کردیم یا نمی رفت جاش آب بکشیم. خب این آب قلیلی که میریزیم خود به این آب پاکش میکنه. منهای وضو میمونه قصاله، قصاله آبی که از رو رد میشه، اون قصاله رو اکثرا پاک میدونن، بعضی خوب میگن نه، ولی حساب کرده دیده قصاله هم رد شده رفته، بعد دست کشیده روش، یعنی وضوع درست شده، خودش پاک شده. بعدم وقت فکر میکنه میبینن قبل از اینکه اون فعل واقع بشه وضوع درست یا قصد درست بود. بعض وقتا نه، رطوبت خیلی کم بود و جوری بوده که ردم نشد و مثلا نجس بود، نمیشه اون وقت حساب کنیم که خلاصه قبل از انجام عمل وضوع قصد اون عضو باید پاک شده بشه. آب با هم بریدن و فرمودیم وسط قصد همزمان خودش تمیز میشه؟ بله، اون کار کر که خیلی کار ازش میاد. حالا وقت آب کمه به نلبه که آب است و اول پاک نمیشه. اگه پاک بود درست بود وضوع، اما پاک نمیشه باید، اون وقت نشده پس وضوع خراب میشه. آقا اگه آب کم باشه بعضی از قسمت‌های بدن رو با دستمال خیس میشه غسل داد؟ در غسل باید عضو تر بشه. این تری شما با ابر ترش کنید، با دست خودتون بکشید تر بشه، با اون دستمال آب بریزه، هر جوری که عضو تر بشه غسل کفایه. نفر پنجم، از این ریزش هم نداشته باشه اشکال نداره؟ نه خیر، ریزش نمیخوام، تر بشه عضو. بالا بپایین؟ نه، قصد که بالا پایینی درش در کار نیست. حالا وضوع که بعض وقتا بالا پایین رو بعضی ها میخوان، بله اون حرکت آب اینجوری بشه. وضوع کمی به هم در باشه کفایت میکنه، یک کمی جریان پیدا کنه خوبه. هم دست که در باشه بکشیم زیرش جریان پیدا میکنه، یه میلیمتر هم شده تکون میخوره هم کفایت. بله. الان که این دست من مثلا نجسته میره زیرش شیر، این نیت هم نکردم، پاک میشه بله، آب که اجازه نمیخواد. مثلا چطور توی این مسئله گفته وضوع یا غسلی مثلا شما آب دیگر میگه، آب قلیل رو میگه؟ نه ببینید، حکم میگه، میگه جای وضوع و غسل قبل از اینکه فعل وضوع و فعل غسل واقع بشه باید پاک باشه. آقای سیستانی شهر داد گفت این جورایی که ما وضوع میگیریم غسل پاک میشه، چون آب زیاده. زمان سابقه تکاسه آب بود، حالا میخواست وضو بگیره، صورت هم خونی بود و خوناش رفته و یارش رفته و آبم کافی نیست و اینجورا خراب میشه. این آبای فرامونی که ما داریم عضو معمولا پاک میشه قبل عمل. از این مسئله شامل حال الان نمیشه؟ نه، آب دوش و اینایی که هست نه، الان نگوید، همون زمان سابقه هم بوده، آبشار هم بوده، آب هم از بالا میرخته همیشه اوناش بود. خلاصه عضو قبل از اینکه غسل داده بشه پاک باشه، یا خودش پاک شده باشه یا با پاکش کرده باشه. جناب آقای مجیبیان چیز مسئله هم مسئله بریم. بله، مسئله 812 کسی که یک لباس دارد اگر بدن و لباسش نجس باشه، آب اندازه آب یکیشو میتونه آب بکشه، یا بدن یا لباس، چیکار کن؟ یعنی چیکار کنه حالا که آب کمه؟ چجوری بکنم؟ هم بدنش نجسه هم لباسش. آب هم به درد یکیشون میخوره، یعنی به اندازه یکیشونه. نه، به وقت اینجا دخالت نداره. اصلا شما فرض کنید تا 10 روز دیگه آب نیست، همینه. وقت مالی اینه که وقت.
بعدی. آره این چیزه، آبه، آب کمه. یا بدنشو بعد آب بکشه با لباس نجس نماز بخونه، یا لباسشو آب بکشه با بدن نجس. تمینه. چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد باید بدن را آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به جا آورد و اگر به واسطه سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد در صورتی که نجاست هر دو مساوی باشد، مثلا هر دو بول یا خون باشد، یا نجاست بدن شدیدتر باشد، مثلا نجاستش بول باشد، که باید دو مرتبه آب آن آب بریزه، احتیاط واجبه که بدن آب بکشه و اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشه هر کدوم از بدن یا لباس رو بخواد میتونه آب بکشه. این شرح ها هم داره. خب چی شدیدتر و ضعیف؟ نه ببینید، لباس مثلا بدن گرده، لباس چیه؟ بنده یه درهم مثلا خونه. الان عرضم بر این که نجاستی که شماردن برای ما که بول و قایت و منی و مردار و اینا، شما فرض کنید که بول هست، خونم هست، ما نشستیم در محضر این دوتا نجس، بول و خون، داریم تعریف میکنیم. الله، بول اگه بریزه رو دست من، میگن با آب قلیل دو بار آب بریزید که یه بارش هم عینش رو ببره، هم یه بار دیگه بس. ولی خون اگه رو دست من بریزه، با دستمال کاغذی خون رو بردارم یه بار آب بریزم پاک میشه، در حالی که بول اگه با دستمال کاغذی پشکش کنم با آب قلیل میگن دو بار آب بریز، اما با آب کر یه بار کافی، میگن بول قوی تره نجستش. جای سیستانی میگن که احتیاط لازم این است که بدن را آب کشیده و با لباس نجس نماز بخونه و جایز نیست که لباس را آب کشیده و با بدن نجس آب بخونه. بله، آیه سیستانی لخت نمی کنه نمازگزارو، میگه اگه بدن لباس نجسه فرض میگم که ما لباس بخون، فقیه اینجوری که با لباس نجس رو تقدم میده بس اینکه سطر عورت بشه اون، چون خب اینه که خیلی مقیده اون نیست، میگه بدن آب بکش با همون لباس نماز بخون. خب این هم بله فرق میکنم، تا عورت زن زیاده در نماز متا وقتی چاره ای نیست میگن که بله، مثلا گاهی میخوندیم، حتی یکی از آقایون گفت گل ساتره، ولی معمولا گل هم ساتر نمیدن، اگه با برگ درخت اینا هم بتونه بپوشن، اگر نه مثلا اگه کسی نباشه، دیدم آی سیستان گفت کسی نباشه همطور معمولی نماز بخونه کفایت میکنه، بود تو دستورشو کن. بله اینا هم که آی سیستان میگه همینطور. بله آخه عورت مرد کمه، میتونه برهنه که هست بپوشونه، در حال ایستاد با دستش بپوشونه و کسجود رو کمتر بره که اون حلقه دوبار پیدا شه. زن چون همه جاش عورته اون دیگه فرقی نمیکنه براش. بله اینه که میگم که اگه کسی نبیبیندش معمولی نماز بخون. نه اگر ببینه اون وقت مثلا نگاه کنه مفسده او چه، مثلا بتونه بشینه، هرچی کمتر در معرض مخصوصا اعضای خاص واقع بشه. نفر دهم، جناب آقای تاجیک. بله، کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری نداره و وقت تنگه و احتمالم نمیده که لباس پاک پیدا کنه، چیکار باید بکنه؟ با همون لباس نجس میتونه نماز بخونه یه لحظه، ولی اگر میتونه نماز رو عوض داره، مثلا به خاطر سرما نمیتونه نماز رو بیرون میاره، لباس رو بیرون میاره، میتونه نماز رو با همه لباس بخونه. شما چه فرد؟ میتونه لباس رو بیرون بیاره، همون رو که بره چه فرد باره دارید بگوی؟ آقای خمینی. آره درست، آقای خمینی لباس در میاره، اما آقای سیستانی که میگه در نیارید، میگه با بدن نجس لباس، با لباس نجس نماز بخونه و نمازش صحیح. آقا به نظر شما از فهمی من نمیگم، از عقلی، حالا که فقط نماز بخونه، این نمازی خود اینش خونه، این خود زیبنده تره یا لخت نم فلان برهنه باید نماز بخونه؟ نه حالا اون قسمت ها رو نمیاریم، بس ببینید اونجور که زشتی که تو ذهن شما میاد اون حکم خودش داره در جایی، مثلا یه جا هست بخواد لخ بشه
نمیشه نمیشه. اگر بخواد اونجوری بشه شرایط جوریست که مثلا بدی داره لختش نمیکنن. فرض کنید اون بدی ها نباشه توی اتاق هیچ کس نیست. به همجوری بله آیا هی جا به جا فرق میکنه. اونی که تو ذهن شما خیلی بد میاد اون مستقلا حکم داره، اجازه نمیده از سنس خودشو انقدر ضایع کنه، میگه لباس رو بپوش. خدا هیچ کی هم نمیاد این در قفل. بله اون احکام دیگه اینه. و یه کسی میگفتش که تو حمام نمره خصوصی فکر میکنم یه کسی نیست همجوری لخت نماز خوندم. گفتم که خوشم هم نیومد از اتاق اوزا، ولی دیدم نه هیچ کس هم نباشه مرد باید عورت هایش پوشیده باشه. این احکام نماز در هر شرایط ما در محضر خدا این چه پوشیده چه لخت. بله آره خدا که فرق نمی کنه. نه اون بله حتما طور، ولی شرایط نماز چطور وضو هم میخوام سطر عورت هم میخوام رو به قبله هم میخوام مثلا فرمودی که با دست آن رو رسالم داره که با دست عورتش رو بپوشونه مرد با فاصله بپوشونه یا دستش رو قشنگ تماس پیدا کنه با عورت. نه اوکی اب نداره دست تماس پیدا کنه با عورت خودش ده. بزاره بله نه حالا این حالایت به خصوص حواس پرت نکن. نفر پنجو جناب آقای مجیدی هم باید فرمودی پنجو پنجو فرموده بود حالا برای چیز گفتن؟ بله نفر سیزده هم جناب آقای خندان. آقای خندان بنده خدا تازه از رسه. آقای خندان کسی دو تا لباس داره، یکیش نجسه یکیش پاکه، نمیدونه کدوم نجس کدوم پاکه، چیکار کنه؟ با هر کدوم از لباس ها باید مثلا اگه میخواد نماز ظهر عصر بخونه اگه وقت تنگه باید با اون لباس پاکه هم نماز ظهر رو بخونه هم عصر رو بخونه، هم با اون لباس نجسه هم ظهر رو بخونه هم عصر رو بخونه. اگر خیلی تنگه وقت باید به صورت همون نماز برهنه نمازش رو بخونه، ولی باز احتیاط واجب اینه که بعدن نماز رو قضا کنه. بله همینطور شفم از رو بخور. کسی که دو لباس دارد اگر بداند یکی از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بکشد و نداند کدام یک آنهاست، اگه وقت داره باید با هر دو لباس نماز بخونه، یعنی دو بار. مثلا اگه میخواد نماز ظهر و عصر بخونه باید با هر کدام یه نماز ظهر و یک نماز عصر بخونه، باز با اگه وقت تنگه باید برهنه نماز. آی خمینی برهنه میکن. بله اما احتیاط واجب اینه که این آدمی که در وقت تنگ بالاخره برهنه نماز خونده بعدا لباس پاک پیدا کرد غذاشو به جبر. خیلی ممنون. بازم داری مسئله؟ بله شرط دوم مسئله بچه بفرد چنده آجا بفهم شماره نفر هفتو. خب جناب آقای حاتمی، آقای حاتمی لباس نمازگزار گفتن بعد مباح باشه شهر بدید یعنی چی؟ کلمه مباح در مقابل قصبیه. لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که میداند پوشیدن لباس قصبی حرام است اگر عمدن در لباس قصبی یا در لباسی که نخ یا تکمه یا چیز دیگر آن قصبی است نماز بخوانه باید آن نماز را با لباس غیر قصبی اعاده کند. مباح بعض وقت مال خود آدم نیست ولی اب نداره آدم نماز بکنه. ما اینجا آمدیم مثلا صاحب خونه اونجا عبا گذاشته از این شلواری که استفاده بشه برای نماز، اینکه اجازه میده استفاده کنیم مباح، یعنی اجازه داریم قصبی نیست. میگم با لباسی که حق داشته باشیم بپوشیم یا مال خودمونه یا دیگری اجازه داده نماز اونجوری باید خونده بشه. مثلا با لباس قصبی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. این دقت کنید میگه لباسی که نخ یا دکمه، نخ چقدره؟ مثلا 5 سال نخ برده این دکمه ای من، اینو اگه قصد باشه نماز باطله. دکمه همینطور، حالا که یارو که میخورن مال مردم فلان اینا اونا جان نخ و دکمه رو نمیخورن. نمیخورن. آقای سیستانی دارن اینجوری نمیگه لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را می پوشاند باید بنابر احتیاط واجب مباح باشد، و کسی که می داند پوشیدن لباس قصبی حرام است یا این که از روی تقصیر حکم مسئله را نداند اگر عمدن در آن لباس نماز بخواند بنابر احتیاط باطل است.
ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشانند و همچنین چیزهایی که فعلا نمازگذار آنها را نپوشیده مانند دستمال بزرگ یا لنگی که در جیب خود گذاشته، اگرچه بشود عورت را با آنها پوشانید و همچنین چیزهایی که نمازگذار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگری دارد، در تمام این صور قصی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط در ترک آن است. مثلا یعنی مثلا مذهب میخوام مثلا زیر شلواریش مباحه ولی شلوارش قصبیه، امن نداره چون اینم نباشه اون پوشونده. آره شرط میگن که قصب کردن حرامه، اون بحثی نیست، اما نماز خراب میشه. بله نه همه آشست ننجانی گفتم بله اگر کسی دو دست لباس داشته باشه که محیره که یکی اینا رو بپوشه، بله. یکیش از پشم سگه، یکیش هم لباس قصبیه، باقی که مخواد نماز بخونه کدوم یکی رو انتخاب بکنه؟ هم پشم سگه رو، برای اینکه قصبی خیلی کلاسش ناجوره. ولی آیب خومنی که میگه برهنه نماز بخونه، اما اون که برهنه بودن رو که میکنه میگه نه اونو بپوشه نماز. آجا ما اگر عمدن در لباس قصبی یا در لباس که نخ یا دکمه یا چیزی دیگر هم قصبی است نماز بخونن، باید لباس با لباس غیر قصبی اعاده نمایی، باید اون لباس با لباس غیر قصبی اعاده نمایی. بله احتیاط اون نماز با نخ احتیاط نکرده بگیره این باید ما باطل میدونه. نه اون که باطل میدونه دیگه راحت میگه اگه کرده نماز رو بعد قضا شو بگم. اون بحث نماز به شیوه برهنگان یعنی یه دست جلو یه دست عقب دیگه؟ نه نه ببینید به خاطر اینکه بالا ما اصلا کار داریم که ببینیم عورت که باید پوشیده بشه واجبش چقدره. یه آدمی که صاف واسده پشت عورتش پیدا نیست، عورت خود حلقه دوبار رو میگه، مگه خم بشه پیدا بشه؟ جلو پیداست که جلو هم میتونه با دست بشه. اللهم صل علی محمد. ایشون حاج مهدی خندان امشب سالگرد عصبیشونه، این آیه رو انتخاب شد 326 صفحه 326 سوره انبیاء آیه 49 و اگر خدا از دفتاری هم جایی باردش هم بده از آیه رفتانی هم بسر به حاضر مطبیر هم پیش هستش دارد. بله بخونید تا انشاءالله تفسیر کنید. صفحه 326 سوره انبیاء وسط صفحه آیه 48 و 49. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و هر آینه به تحقیق موسی و هارون رو ما فرقان دادیم. تورات هم یکی از اسماش فرقانه به جهت اینکه حق و باطل با هم جدا میکنه، فلک کلمه فرقان یعنی قرآن هم به اسمش فرقان و زیاءن و نور بخش بود و ذکرن و یادآوری بود برای متقین. یکی از نعمت‌های بی نهایت مثبت خدا برای هممون اینکه یه کتابی از خودش که مال خدا باشه مطال در دسترس باشه پلو ما باشه به آدم صفوت الله 10 تا صحیفه نازل شده. صحیفه ها به حجم قرآن نبودن، مثلا هر کدوم دو سه ورق بود، سوره بود، مثل که بگم به حضرت آدم 10 تا سوره نازل شده اینجوری. ولی همین که کتابی بود و میتونستند از روش بیستند و اونم ببره و تو خونه این باشه تو خونه اون باشه، این یه مطلبیه برای خودش. الان که تو خونه من پاشم کتابی رو بردارم که این کتاب آسمانه، خدا فرموده، حالا پیغمبر که قلبش نازل شده خونده نوشتند، هی نوشتند و دست به دست شده یه کتابی اومده تو خونه من. این مطلبیه، خیلی مطلب عظیمه بزرگه.
نامه از طرف خدا برای من شما اومده. به قول همین آیه ای که الان خونده شد، فرقان حق و باطلان مشخص کرده، ضیاء نور برای متقین. اینا ارتباط انسانی با قرآن، با کتاب آسمانی. این سوره که خوندیم کدوم سوره بود اصلا؟ انبیا بودش. بله برای خورد بده من آوردمش. ببینید این ارتباط مطلب شده خیلی، چون میفرماد للمتقین. چقدر من شما حالا قرآن دیگه یه مطلبی که داریم بدونید، خدا من اگه بنا داشته باشه کاری با کتابی داشته باشه در قیامت، چون گفتش برای کسانی که مشفقن ترسانند از عالم آخرت، اینا که آخرت براشون مطلبه و هم من از ساعت مشفقون ترس قیامت رو دارن. بله کتاب آسمانیست، کتاب آسمانیست که خدا فرست. این ارتباط خودش مطلبیست که کتابی هم. شما فرض کنید که حالا یه مثال میخوام درست رفتی خونه و گفتن آقا امروز امام زمان یه نامه نوشته، مثلا دولت جمهوری هم به هر خونه یه برگی باشه، مثلا مثال چرا شیفته اید شما ببینید چی نوشته به امام زمان تا اینجاش حل دادی خود مال امام زمان. نمیشه غافل باشیم از هر چیزی لازم تر اول میریم سراغ این نامه. حالا وقت نامه فارسی راحت همه میفهمیم، به وقت عربیه خوب باشه میریم به کسی که عربی بلد باشه ترجمه کنه برام، مگه هیچ چاره ای نباشه. حالا آخرش مقدار خودمون دقت میکنیم، حالا هرچی بفهمیم اولین نفر که میشه برسیم به یه آدمی که ببین نامه چیه چی آقا نوشت. این شدت اهمیت انسان رو میده به خدا و به دینش. میفرماد این فرقان موسی و هارون که تورات رو میگه، کتابی که حق و باطل رو جدا میکرد و روشنگری میکرد و مطالبی که من میخوام دین داشته باشم، خب خدا دستوراش این تو هستش دیگه. متقین کسانی هستن که یخشون ربهم بالغیب. همین خطبه متقین که بحثش هم امشب شد خیلی خطبه کامله، یعنی خدا توفیق بده انسان نهج البلاغه. خطبه حمام اسمش، حمام با هی دو چشم، اون شخصی که گفت آقا سفلی المتقین، متقین رو برای ما توصیف کن، اسمش حمام بودش که آقا اول کلیگوی کرد فرمود برای اتقوا الله و احسن تقوا داشته باش، نیکوکار باش، ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. نه بیشتر از این میخواست. دیدن آقا سختشه برای این بیان کنه، اون اصرار کرد و مشروع کرد آقا این خطبه رو بخوندن که یه مقدارش خونده. چه خبره که انسان میخواد متقی بشه؟ خوب ببینیم همشو چیه چیه. متخصصه دیگه امیرالمومنین امام متقین که این تقوا میخوام داشته باشیم. این 110 مورد چی هستش؟ توی یک کتاب دیدم که لقمان حکیم 26 تا صفت داشت، به خاطر این صفتهاش خدا انتخابش کرد، حکمت بهش داد. نوشته بود از قول امام ششون اصلا بلی میخونم پلو من نوشتم گاهی به نگاه میکنم که یادمون باشه که این صفت ها قد محبوب خداست که طرف به اون رتبه هم رسید. خب هر کدوم تذکر تنبایه که اینجور بوده اونجور بوده اونجور بوده اونجور بوده. خب متقین که ما تکلیفمونه با تقوا باشیم، چون ذکرن للمتقین ما بناس تقوا داشته باشیم. جاهای مختلف قرآن هی به ما گفتن اتقوا الله، تقوا داشته باشیم، باید ما از متقین باشیم که آدم دنبال باشه که بالاخره کامل کنه خودشو. شروعش ایشون خوندن که متقین بله مشی هم اقتصاد بله یه چیکی دو جمله از اولش برید نکده دو سه تا دو سه خط اولش اهل الفضائل منطقه هم الثواب ملبسه هم الاقتصاد تواضع. حالا همین کافی. این بنا رو تو شبکه 5
هفته قبلش برسم پنجشنبه های یه ساعتی تازه بود. اون شب اون روز بنا گذاشتیم که هفته آینده این آقای مجری خطبه متقین رو بیاره که تو نهج البلاغه هست و بخونه اون وقت من هیچ شعر بدم. اینجوری بنا شد. پنجشنبه ما رفتیم نیامده بود این مجری. وقتم داشت میشدش. دیگه خب گریم میکنم رفتیم و رفتیم رو شستم ولی نیامده دیگه. چیکار کنم؟ چند لحظاتی مونده بود شروع بشه برنامه دیدیم بودو بودو اومدش مجریه و عجلم گریم کرد اومد نشست. چند ثانیه مونده بود رسید در واقع. گفتم که بنا بود خود به متقین بری. گفت یادم رفت اصلا یادش رفت. این چند جمله گفتم من تو خاطرم هستش که آقا فرمودن مشی هم الاقتصاد منطقه هم و ثواب. این همین چند جمله رو دو سه تاش یادم بودم که الان خوندم. اینقدر زرنگ بود که هم دو سه تا که من گفتم جلسه رو روز اداره کرد. بله آقا بله نه دیگه با سوادم با همین چند تا جمله ای سوال کرد و جواب ما همین شهر دادیم. نبود اون روز کتاب ما جلسه بعد یه اووردیم کتاب شاید همین وقت به متقین گفته شده هر هفته میرفتیم. این روز اول اینجور شده بود منطقه هم و ثواب مشی هم و الاقتصاد یکی دیگه هم بود نه اون بلی نه جلوترش همه اولش هم ثواب اهل الفضائل منطقه هم و ثواب یه جمله دیگه همین همین دوسته همین ستا آخه اون فضائل که میگیم کلیه فضائل چیز کن بعد اون دوسته ها رو گفتیم ما نه ماشاءالله با همین دوسته ها کار رو گذارم. حالا برگردیم ببینید مطلب خیلی جدی هستش. تقوا چی هستش؟ تقوا همینه که انسان فرامین خدا رو ببره که قبلا باید یادم بگیره یعنی واجب یاد بگیره خب انجام بده دیگه. الان شما میرید یه جا میخواد راننده بشید خب باید رانندگی رو بلد باشید که استخدام شده باشه. ماشینم نداره این سویشون ماشین خب سوار شد بریم جایی. اینجا رو بلد باید بشه قبلا تمرین کرده باشیم. یه بند خدا اومده بود یه جا استخدام بشه. من سنم کم بود ولی اون بزرگترها گفتن شما رانندگی بلدی؟ گفت بله ولی از رو کتاب. منم بچه بودم چه کتاب چجوری که اونم خندشون گرفت خود کتاب خونده بوده رانندگی چیه خندشون گرفت اونم دیام داره. گفت بلدم ولی از رو کتاب خواهد از رو کتاب تا آدم راه نبره کتاب رو این چیزایی نوشته ولی خب باید کم تمرین کنیم عمل کنیم. از اونم به خاطره شد برم ببینید تقوا باید بلد باشیم. میخواد خدا از ما نه همه الان مکلفیم به تکلیف ها رو باید بلد باشیم که در زمان بگیم. این خودش شده مطلبی که در مسئله شماره 11 رساله میشه مسائلی را که انسان غالباً خب معمولا احتیاج داره دیگه با اونها احتیاج داره واجب یاد بگیره. خود این یاد گرفتن خودش تکلیفی شده. میگن یاد گرفتن نماز واجبات نماز مسائل نماز مهمتر از خود نمازه. برای اینکه اگه تو بلد نباشه خب نماز نمیتونی بخونی. بعد بلد باشه که نماز چیه و هم سوره درست بخونی رکوع سجود ذکر کن خود نماز منعقد نمیشه. خود این یاد گرفتن تقدم داره. مسائلی را که انسان به آنها احتیاج داره واجب است یاد بگیرد. خب چاره ندارن خب چیکار کنن؟ خب بگن آباد یاد بگه قبلش. آقایون توی مسئله حواشی دارن که اون خوبه کمک میکنه. آقای زنجانی میگن احتمال اغلایی میده که مسئله را احتیاج داشته باشین و نتونیم در موقع عمل خوب بلد نیستی که بعد قرار بگه که موقع عملش دیگه درست انجام بدیم بله که بتونیم انجام بدیم. اگر نکه آقای سیستانی میگه اگه مکلف بدون مسئله را نمیدونه معصیت میفته خب بلد نیست واجب قبلا یاد بگیره در حین عمل. این یک مطلبیست که حالا متقین بگیرم. قرآن کریم بله احکامو داره دستوراتو داره. قرآن تمامش آموزشه تمام همه آموزشاتوش هست. من و شما برای رسیدن به کمال به درجات بهشت به تعداد هر آیه قرآن خود آیه منظوره من بعد بلد بشیم 6236 تا آیه است
درجات بهشت هم 6236 تا درجه است. هر درجهش مالی یه دونه از یاد که بعد بلد باشیم و خونده باشیم و عمل کرده باشیم یه درجه میریم بالا. خیلی وقتم شوخی نیست بهشت مثلا شما 5 درجه کم باشه، خب تو خدا خداش 5 درجه نداری، یه روز دو روز نیست که آدم خیلی ارتباط مستقیم با سعادت ما داره. بله بله نه بدونیم عمل کنیم مثلا و لقد استهزأ، این آیه یه دونه درجات بهشت ماست، خونده باشیم فهمیده باشیم و اون چی که باید به کار بگیریم در این قسمت به کار گرفته باشیم، فهمه درک. بله بعضیش فهمه بعضیش درک. بله تو احمد ببینید بعضی از چیزا مال اطلاعاته، انسان اطلاعات دار فرق میکنه با اون که نداره. الان شما امام زمان تشریف بیاره یه ضبط صوت هم بذاریم که ضبط بشه کاراشون، مثلا یه تصویر فیلم، تمام کلماتی که گفت یاد میگیریم، حرکاتش هم یاد میگیریم. من پا میشم عین اون یه موم کم و زیادم انجام میدم، چرا مال اون انقدر ثواب داره؟ اون مال معرفتشه، ثواب زیادش مال فهمشه. نه مردم که جون اگه حفظ کرده بشه همه وهابی و تمام قرآن از نه نه خیلی گیر ببینید و اون عمل و 100% ببینید گیر وهابی ها کجاست، اصلا گیر اصلی کجاست. گیر اصلی رو خدا فرموده تو این کتاب، ما این درون در میزنیم. ببینید اینجا در سوره اعراف خدا میفرماد که آیه خیلی چیزی هست، مطلب داری هست، قرآن رو تمتر قرآن که اصلا کتاب هاست، قرآن اینجوریه مطلب تا منتها الهی هر جا گفته خداست که داره حرف میزنه. خدا میفرماد که ما این انسان ها به که خلق کردیم، این صفحه 174، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. رفتی توی مدرسه، مدرسه بچه تو حیات، مدیر مدرسه میگه که ما این بچه ها رو اینجا نام نویسی کردیم جمع کردیم واسه رفوزه شدن. شما تعجب میکنه خب واسه رفوزه شدن چرا؟ میگه ما درس رو میدیم عمره میکنیم، نمیخونن، مش نمینویسن، گوش نمیکنن، در واقع نتیجهش میشه همون رفوزه شدن. نه که خدا نه این وارد جهنم ببره، خب چون نمیکنن جهنم میبره. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. چرا؟ کثیر زیادم هستن. پیغمبر نشونش دادن، پیغمبر اسلام رو، تمام اهل جهنم کل خلقت رو از اول تا آخر، جن و انس فرشته، همه فرشته هم بهش جهنم دارن، جن هم دارن، ما هم داریم، فقط هم این سه تا مخلوق بهش جهنمی دارن دیگه، مخلوقات دیگه داستان بهشتی اونجوری نیست. موقع تو بهشت مثلا سگ اصحاب کهف باشه اون برای تماشای بهشتی هست، خودش چیزی نه. فرمودن که خیلی جهنمی عددش زیاد بود در کل خلقت، خیلی، چون چشماشون عادت داشت به اسب و اینا که هی میدیدن. فرمود یه اسبی اگه همه بدنش ماش سیاه باشه فقط یه عدد سفید باشه، نسبت بهشتی ها اون سفیده بود، بقیه نسبت جهنمی ها بود در کل. خب خیلی زیاده دیگه، خدا میدونه کسی حوصله کنه اسبی ماهاش بشماره، زیاد نمیشه چند میلیون بشه. حالا ما یه دونه موسیم. بعد خود پیغمبرم شدید گریه میکرد که عاقبت وخیم برای مکلفین اومده، برای جن و انس و فرشته، خواهد جهنم باقی ناراحت. بعد فرمون در امت من برعکسه، یه اسب همه بدنش سفید یه دونه سیاه جهنمی، امت من کم. خب امت ایشون کی هن؟ امت ایشون ببینید پیغمبر از قاره هر آمد بیرون، امتش شروع شد تا قیامت، همه امت هم، حالا امت کافر، امت مؤمن، امت خوب، بعد اینا جز این اکیب هن. چطور ما همه ملت ایرانیم، حکی میخواییم باشیم، زد انقلاب هم باشیم، ملت ایرانیم، یهودی هم باشیم، تمام این جن و انس و فرشتان دیگه امت پیغمبر اسلام صاحب که این امال امت زیاد. آخه الان نگاه نکنید بس خرابه، الان حدود 8 میلیارد بشر، مثلا مسلمانش 1 میلیارد هم 300-400. خب ما که عقیده داریم فقط شیعه های اثنی عشریه اهل بهشتن، شاید 400 میلیون نشن همش،
در 8 میلیارد، یعنی 2000 تا یه نفر 400 میلیون، دو تا 6-8 تا صفر جلوشه، 8 میلیارد چند صفر جلوشه؟ 9 تا. ببینید اومد 20 برابر میشه. ببینید کمن خیلی. الان نگاه نکنید، میاد امام زمان ظهور میکنه، هر وقت ظهور کنه. اون وقت عبدالله عباس یه نقلی کرده، گفته عمر کل دنیا 100,000 ساله، 80,000 سال دیگه حکومت آل محمده، تمام بقیه تو 20,000 سال بودن. به قدر خمس که خدا میگه بدید به اینا، یک خمس عمر دنیا رو هم اینا دادن به مردم حکومت کنن، بقیهش خودشون حکومت. امام ششم فرمودن لکل اناسن دوله، دوله هم بگن عربیشون، هر جمعیتی رو خدا به حکومت میرسونه که قیامت ببینن چه کار کردن. و دولتنا فی آخر در تظهرو، خدا آخرین رو گذاشته برای ما 14 معصوم، من 13 معصوم، پیغمبر 12، آخر هم است. یه حکومت دست ایناست، مردم بدم که باشن حکومت دست ایناست، حکومت جهانی. اما یه همچه حکومت اون تربیت ها اون طول زمانی که میگه خیلی زیادن، خیلی وقت داریم، خیلی هم چیزی شده شده این همه. مثلا توی نقل دیدم که امام زمان که شهید میشه، امام حسین و تمام کربلایا رو خدا زنده میکنه، حکومت میفته دست امام حسین، 14,000 سال حکومت میکنه. اصلا از حبوط آدم ابوالبشر تا حالا 11,000 سال شده، خیلی طولانی اینا حکومت میکنن. نه اون فلان امام 10,000 سال، اون یکی نه من 12,000 سال. آخه از میکنم دیگه 80,000 سال به قول ابن عباس رو پر کنن دیگه. و خیلی داریم که میگه امت من بهشتی زیاد داره، این 4 تا نگاه نکنم جهنمی زیاده، ولی اون وقت زیاد میشه رو هم که بره. فرمودن که در قیامت 120,000 صف برای بهشت کشیده میشه از همه امت ها. 80,000 صفش مال امت منه، 2 برابر همه امت ها من صف دارم. از این 80,000 صف که مال امت منه، از هر صفی 70,000 تا بدون حساب میرن بهشت. میشه 5,600,000,000 آدم هم که تا از قبل پا میشن میبرنشون بهشت، هیچ حساب کتابی، با خیلی با احترام. تا خدا زندشون میکنه ملائکه اونجا واسدن سر قبر، لباسهای بهشتی، تاج افتخار، طبقه نور، حلقه نور، بهشت از بهشت چطور بهشتی آوردن، اسب آوردن، بدون اینکه سقف کتابی سوار میکنن، باد پرواز میکنه از بالا سر همه میره بهشت. این بی حساب به بهشت میرن. ببینید یه چیزا میگم که آرزو بکنید، میگم چه خبرایی هست. حالا این چی برگردیم سراغ این قرآن کریم. الان کتابی است که خدا رو این محاکمه داره. تا قبل از قرآن تورات بودش، چون تورات زمانی که به موسی نازل شد تمام دوران عیسی باید تورات باشه. حضرت عیسی رسولان الی بنی اسرائیل، یعنی آمده برای تکمیل دین موسی. خیلی گرفتار دنیا شده بودن، گفت یه خورده مسائل اخلاقی هم داخل کن، و تورات 100% با قوه خودش باقی بودش. قرآن که آمد دیگه همه چی توشه، تمام اون کتابا توشه. فرمودند خداوند 104 تا کتاب نازل کرده، 4 تاش کتابای گندن بزرگن، قرآن و زبور و تورات و انجیل، کتابای بزرگ، 100 تاش هم صحیف و صحیف است، یعنی مثل یه ورق دو ورق. 10 صحیفه به آدم نازل شد، به پسرش 650 صحیفه نازل شده. آخه جمعیت زیاد شده بودن کتاب میخواستن. ابراهیم خلیل 10 صحیفه بهش نازل شده، به جناب اخنوخ ادریس 30 صحیفه نازل شده. اینا بودا کتابا بود تو دست مردم بودش. اون وقت فرمودند هر چی تو همه این کتابا هست تو قرآن هستش، به علاوه چیزایی که قرآن داره که اونا دیگه نداره. یعنی قرآن کامل ترین کتاب که همینجا الان تعریف میکنن از قرآن کریم، همین تو جایی که آوردیم براتون پشتش گفته خدا و هذا ذکر مبارک، مبارک یعنی با برکت، یعنی همه رو توش دادیم، اونا داره اضافه ترم داره. حالا برگردیم، این ارتباط انسان با قرآن، حالا ولی قرآن دیگه یه مطلبی خودش. ببین شخصی خودت میدونی، هر کس خودش، چون بر
برنامه برزید براش، خودتون میدونید. قرآن رو بعد هم بخونیم، هم درست بخونیم، هم معناش رو بفهمیم. وقت بذارید، خوب تحصیل علم دیگه. لغتاش یاد بگیرید، شب روزه تفسیرها رو بخونید. این سوره تمام میشه، اون سوره، اون سوره تمام میشه، اون سوره. وقت قرآن خوندنایی که بوده یا ما رمضان ختم میکنن چه اینا. قرآن خیلی باید باش سر و کار داشته باشیم. قرآن خودش نوره، خودش. و کتاب های دیگر هم همطور بوده. الان راجع به تورات هم صحبت شد، تو همینجا که براتون میگم اونم نور معرفی کرد. حالا این تیکه آیه که باز کردم براتون میگفتم، این اول بگم بفرمایید اینا که من خلق کردم میخوام جهنم ببرم، چرا جهنم میبرم؟ خب حالا شما منتظری مثلا به خدا بگی اینا کافرن، مشرکن، آدم کشن، زناکارن، بی نمازن، از اینا منتظرید؟ نه، اینا نمیگه. ریشه اینا رو میگه، اصلش رو میگه. لهم قلوب لا یفقهون بها. من قلب اینا داده بودم، چرا با این قلبشون حقایق رو دریافت نمی کنن؟ حقیقت ها رو دریافت کن. شما یه وقتی دو نفر دارن بحث میکنن، گوش میکنید، گاهی متوجه میشید تو قلبتون حق با کدومه. حالا ولی اون نگوید یا جرأت نکنید بگوید یا نمیخواید بگوید، ولی میفهمید حق با کدوم. قلب حرف خودش میزنه، خب متوجه میشن این چی میگه اونجا. فهم چرا قلباتون رو به کار نمیگیرید؟ لهم اعیان، چشم بهشون دادم، چرا نمیبینن با اون چشماشون؟ جای دیگر قرآن میفرماد کور نیستن، میبینن، بهره نمیبرن از این دیدن، مثل ندیده میشه. لهم آذان، چرا نمیشنون؟ باز میگم نه اینکه کرن، ترتیب اثر نمیدن. اینا ابزار سعادت ماست، ابزار رشد ماست. ببینید الان شما برید آقای دکتر با سواد خیلی خوب، این دکتر اگر قلب نداشت که بفهمه، اگر چشم نداشت که ببینه، گوش نداشت که بشنوه، نه هیچی نبود. از ابزار استفاده کرده، خب ابزار همیشه. الان یه مرجع تقلید چجور شده؟ خب از چشمش استفاده کرده، از گوشش، از فهمش تا فهمیده. چرا میگه ابزار من دادم به کار نمیگیرن؟ خب به کار بگیرن، من توقع داره خدا. میفرماد اولاکه کل انعام، با دادن این ابزار شده مثل اولاق، شده مثل گاو. انعام این چهار پاها. ولی هم ازل بدبختر از اولاق و گاو، اونا عقل ندارند و اینجوری، یعنی عقل داره و عین اوناست. اولاکه هم الغافلون، چرا خودشو به غفلت نادانی اینا زده؟ ببینید تمام زندگی ما این پوشش میده. از اون اول که آدم صرفت الله آمدش دعوا شد بین قابیل و حابیل که قابیل زد حابیل و کش، خوش صحنه رو مادرش دید، بعدها اولادای این دیدن، اولادای اون دیدن، شنیدن، خودم میفهمه چه خبر بوده، چرا اون میگفته، چرا این میگفته، حرف سر چی بوده. رفت رفت مثلا نوح نبی آمد، خب چش داشتن، گوش داشتن، نوح چه میگه، حرف چیه، این میگه من پیغمبرم، چی فلان اینا، خدا کار داره باشون. بنا نشد که ما هیچ حمایت از امر و زید بکنیم، نه، ما باید حقایق رو دنبال بگیریم، اون که حقه، اونه که درسته، اونه که صحیحه. یه نفر آمده بود تو صحرای صفین، هر سری داشت با معاویه میجنگ، او یا علی ما آخرش نفهمیدیم حق با توی یا با معاویه است. فرمود برو حق رو یاد بگیر. حق چی؟ ببین نگاه کن ببین تو منی یا تو ما، حقایق رو بلد بشه. این قرآن همش حق، خب یاد بگیریم، حالا نگاه کنیم این حق یا اون حق، حقایق نه این دنبالش بد باشیم. اینا رو میخوان، فهم و درکار رو میخوان، اگر نه گرفتار میشیم. رشدمون هم به کار گرفتن است و عدم رشدمون هم به هم. الان اون قسمت آذان که اینجا گفت لا یسمعون بها، تو سوره ملک خدا از قول همه جهنمی ها گفته، همه همش گفتن که اگر نسمع میشنیدیم، یعنی حرفایی که به گوش ما خورد و فهمیدیم ولی به کار نگرفتیم، پشت کردیم، پشت بازدیم، الان تو جهنم نبودیم. خودشون دارن بگن به همه خدا حقایقو میشنوونه. یه
یکی از این امام جمعه های اعمال سنی ها این به شدت چند سال پیش هی تو سخنرانیش مخالفت میکرده با کتاب های تیجانی، کتاب هایی که این آقا نوشته. دخترش گفته من حساس شدم ببینم چی این کتاب، این بابای ما یه قلم نشسته میگه. رفتم مخفیانه پیدا کردم کتاب و خوندم. خب چی میگه خاله شما باشه؟ ببین بشر خود اینه دیگه، قلبش، فکرش و همش. سوره زمر خدا میفرماد بشر عباد الذین یستمعون القول. آقا گوش کن چی میگه طرف، سنی باشی یه داره بحث میکنه، گوش کن، کاش کار گوش کن. بعد بنا داشته باش اون که بهتره انتخاب کنی، یتبعون احسنه. اگه این بنا رو داشته باشی خدا میگه هدایتت میکنه، ولی بدون تو دنبال احسن بید. الان که سن و شیعه بحث میکنن گاهی دنبال احسن نیستن. اون از جان نرسیده شیعه میگه حق با علیست، خدا لعنت کنه عمره. اونم میگه حق با عمره، هم به تو فحش میده، هیچ فایده نده. تا قیامت هم بحث کنی زیر بار نمیره. نه خالی کن، نه علی نه عمر. ببین حق کدومه؟ اون حق رو بگیر و برو. من میخوام برم بهشت، تو عمر باشه خب به من چه، علی باشه نباشه من بهشت میخوام برم، خدا رو میخوام بنده کنم، به آدما کار ندارم. خب اینو بلد بشیم، اینا دیگه قلبو به کار بگیریم، چشمو به کار بگیریم، گوشو به کار بگیریم. آدم صفت الله رو داشت خدا از بهشت بیرونش میکرد، چون به شجره منهی نزدیک شده بود. دو تا تذکر داده بهش تو سوره البقره، این این تذکر تو سوره طه هم هست، این تکرار شد. این صفحه 6 البقره خلق آدم مطرح شده، صفحه 7 این کتاب قرآن. صفحه 7 قل له بتو منها جمیعا، گفتیم برید بیرون از بهشت. اما یأتینکم منی هدن، آدم یه جایی میخوای بری که قبلش چیزی بهش گفتی، این صرف هست. بعضی با بعضی دشمنه، آخه دشمنی علت و فلان اینا نه، بدون یه جا میری که بدون اینکه هیچ خبری داشته باشی، کاری کرده باشی با دشمن، خب چیکار کنیم؟ یه جا محیطی میخوای بری. اینجا که الان من و شما نشستیم، اگه یه دلار بذاریم سوراخ کنیم بریم پایین، بریم تا از اون ور کره زمین بریم بیرون، اون ور آمریکاست. گفتن کدوم شهرهای آمریکا زیر تهران دقیقا؟ اون ور کره زمین بی خودی با ما دشمنه، نه کاری کردیم نه چیزی بود. بعض رو کامله بعض رو نتونه، میگه بدون آماده باش در یه همچین جایی میری دشمن داری. خلاصه این داستان ها هستش. توی آیه بعدش که آیه 38 تو صفحه 7 میگه یه تذکر دیگه، آدم یعنی یعنی تکرار با تأکید، حتما مهدی من برات میفرستم، برای شما آدم ها. منی هدن، من یه نفر رو هدایت میکنم، من اسمم هادیه، اون هدایت میشه، اون وقت میاد توی شما، هم به شما یاد میده حرفای منو، هم عمل میکنه، یعنی هم سمعی هم بصری میبینید. این حتما هستش، این اسمش حجت، میگن حجت خدا حتما میاد. یأتینکم منی هدن، خود آدم صفوت الله تا توبش قبول شد اولین مهدی خودش شدش. فمن تبع هدایا فلا خوف علیکم، میخواید عالم آخرت بیاید هیچ خوف و حزن نداشته باشید، با تبعیت از مهدی من بکن. این که تبعیت نمیکنه کیه؟ والذین کفروا، اونایی که کافر میشن و کذبوا با آیات الله، آیات خدا رو تکذیب میکنن، اینا اصحاب نارند و خالدون. داستان چه خبره؟ داستان همینه که بازم شنوید ببینید، هدایت ها رو گردن اونجور حرف لازم بوده گفتن، یعنی خداست، خدا که نمیخواد چیز یادش بده. من مره میدونم پیغمبر اینو گفته، تمام فرق هم نقل میکنن، 73 فرق نقل میکنن که پیغمبر فرموده من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیت تل جاهلی. همیشه تو زمین یه نفر هست که خدا گذاشتدش امام من کرددش در این زمان، امام زمان بشه. خب این امام کیه؟ از کجا بشناسیمش؟ گفتن 13 تا علامت همراشه. خود پیغمبرم 17 تا علامت همراش بود. اصلا تمام پیغمبران علامت همراشون بود.
الان میگن آقا کسی میاد دمه در کارتی چیزی بشناسید رانه علامتش بی علامتش کدوم نیامد. همین سلمان اومده بود مسلمان بشه، سلمان تو مدینه بود اومده بود ارفتار شده اومده غلام شده، حالا تا شنید بعد از جنگ خندق هم آمد پلو پیغمبر، سال پنجم گذشته، ولی اولش که پیغمبر آمده بود شنید که اون شخص تو مکه هجرت کرده بیاد مدینه، محل مسجد قبا چند روز واسطه بد میادش. چند تا از جوانای اوس و خزرج که مسلمان شده بودن میخواستن برن پیغمبر زودتر تو محل مسجد قبا ببینن، سلمان اومد باشون اومد که ببینه این همون پیغمبریست که تو کتابا گفتن یا نه. تحقیق میکرد، این اهل حقه. به اون صاحبش گفتش که مقدار خرما به من بده، من اختیار داشته باشم هر کاری بکنم، بهش داد. چرا؟ تو کتابای آسمانی خونده بود که اون پیغمبر صدقه رو نمیخوره ولی هدیه رو میخوره، دیده بود. آمد و دخو پیغمبر اون شستند و آمدند خرما رو گذاشت وسط، گفتش که این صدقه است بخورید. یک پیغمبر به دیگران گفت بخورید ولی خودش نخورد. تو دلش گفت این یه علامت. یه خورده بعدش خورده باز خرما آورد، خرماهای جالب تری بود، گفتش که این هدیه است بخشش. یک پیغمبر به دیگران گفت بخورید، خودش هم داره میخورد. تو دلش گفت یه علامت. هی میگشت این مهر نبوت رو ببینه پشت کتفش. خب لباس تنش بود پیغمبر. فرمودن که پشت کتف منو میخوای ببینی؟ زد پیرانو بالا، دید مهر خورده. مهرش آیه 104-115 سوره انعامه، تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا. مهرونه کاملا میشه که روی چیزی مهر بخوره برجسته که نور میداد خونده میشود. تا مهر رو دید با یقین که خودشه، شهادتن گفت ایمان آورد. بابا علامت میبادن تشون بیده، حالا پیغمبر یکیش مهره بود و دو توش اون بود، 17 تا علامت، هم علامت امام معصوم علامت داره. اون آقایی که حجت خداست بر من و شما که مهدی خداست، علامتاش چیه؟ همه علما رو خدا بهش داده. نه فیزیک چیه، شیمی چیه، اینا که چیزی نیست. علم یعنی دانایی. بگو آقا شما حجت خدای بله. بگو من میخوام برم تو اون کمد در رو باز کنم. قبلش بگو چیا توش. داده بهش خدا، اگه نه نیستش دروغ بگو. هر علمی، هر دانایی بگو موهای ریشه من چند تاست، حالا حوصله میخواست چه ماردنش ولی اون میدون. من کی میمیرم دقیقا میدونم، قبر من کجاست میدونه، من بهشتی هم یه جهنمی میدونه، از کجا میدونه؟ خدا بهش یاد داده، هدایتش کرده که شما باورش کنی، گوش کنی به حرفش. معجزه میکنن، معجزه میکنن. 13 تا علامت، یکیش علمه، یکیش اینه که دعاشون مستجابه، یعنی به قصد اینکه این کار بشه خدا بخواد درجا میشه. اگه امام معصوم بگه خدا یا اون سماور رو بکن یه ببری، درجا میشه یه ببری. اگه نه دروغ میگه، آگوش نکن بر شوخی نداریم که، باید دعاش مستجاب بشه. این تازه یه علامت باز. از پشت سر میبینه، همطور که از پشت رو میبینه، بولقایت خوشبو از زمین نمیمونه، بل میکنه. ارزم بر این که همه زبان ها رو میدونه، به هر زبانی هم به بهترین لهجهش حرف میزنه. این دروغ نمیشه آدم درست کنه بگه امام هم دروغ نمیشه. میگو اگه امام زمان فارسی حرف بزنه این بچه ناف لالزار، هیچ نمیفهمی عربه، انقدر قشنگ. رشتی هم حرف بزنه اینجوری، مثل اینکه از تو عمرش از رشت نرفته بیرون. خب اینو خدا داده بشه باور کنی آقا این معمولی نیست. خب آدم نمیتونه اینجوری باشه. میگن 2000 تا زبان داریم در دنیا، همه رو بلد. این علمش خیلی ما، این که میگه کذبو به آیاتنا همینه. ای بابا این همه علامت هم روش کردم، هی دروغه دروغه، چجی دروغه؟ خب تو منو که انکار کردی، کافری، بس خدا را. اون وقت امام باقر فرمود، فرمود از توحید ینتهی الهونا، محال کسی یگانگی خدا را قبول کنه نیاد پلو من. ببینیم چی را قبول کردی؟ یه چیز مسخره این فلان نه، بابا حقیقتی را قبول کردی؟ یک خدا آفریدگار، خالق، آفریننده. این خدا وقتی حجت میرفسه برای تو پیغمبر، هر آشکار کلهی که نیست، کسی باید بشه حجت خدا. بله این آدم تو کوچه لفاتکار و زناکار و دزد و کسی بگن این نماینده آیت الله خامنه‌ای، آقا شما باور میکنم آدم
یه کسی باشه که خبش بیخوره نماینده او باشه دو از طرف اون اومده. اینکه پیغمبر میبینه کامل ترین انسانه، عالم ترین انسانه، در هر چی جلوی خود نماینده خدا ساخت. این امام زمان هم همطوره، علامت دارن، از علامت ها هست. تکسیب برای چی میکنه؟ دیگه میخواد خودش نمیخواد درست بشه، نمیخواد بره. ببینید دین از خود طرف خدا میاد. این قرآن میفرماد الدین کله لله، همه دین مال خداست. هیچ احدی غیر خدا تو دین حق نداره حرف بزنه، هیچ. فقط تو این کتابش گفته که این پسر عبدالله چون ما ینطق عن الهوا، خودش حرف نمیزنه، انه و الا وحی یوحی. من با این قلب دائما تماس دارم و هرچی بگه من حرف منه میگه و گوش میکنه، این حرف خدا رو میگه. این دوازده امام هم همینطوره، بر زهرا فقط حرف خدا رو میگن، بهشون یاد داده میگن ولی گوش نمیکردیم به حرفشون. اون وقتا دین خیلی دامنه وسیع داره، دین یک کلام دو کلام نیست، قرآن دیگه لا رب ولا یابسن الا فی، تفصیل کل شی، تبیان کل شی. من سوره انعام میخوام باز کنم که الان باز میکنم. این سوره انعام آیه هست که 145 اینا باشه بیارم. آره این آیه حالا بیارم، سوره انعام حالا شاید 150، آره آیه 154 صفحه 149 و صفحه صفحه است. خدا داره تورات تعریف میکنه، تورات، در حالی که قرآن کاملتر از توراته و بیشتره. حالا تورات شما نگاه کن، این تو خود قرآن هم نوشته، نوشته ثم آتینا موسی الکتاب. تماما خدا نمیپرونه هم تو حرفا، یعنی هر چی بوده تو تورات گفته تماما. خداست من شما که نیستش که. اگه خدا بگه تمام خلق من الان تو این بیابونه، دروغ نمیگه تمام خلق. تماما الذي احسن، یعنی از این بهتر محال بودش. ای داره خدا میگه، نه اینکه حالا کسی احسن. این تورات اینجوری بوده، تفصیلا لكل شيء، قرآنه، هر چیزی تو قرآن من بازش کردم تو تورات. آدم تو دلش میگه که از قرآن نزنه جلوتر. از پشت هزا کتاب و ننزل نام مبارک میگه، این چیزایی داره که دیگه اونم نداره، کتاب کامل تر از اونه. تورات تا زن طور مهم بوده و فلان، اون بخه همین امام باید کل تورات هم بلد بشه. مأمون رشید عباسی داشت مخالفت میکرد با امام هشت، همش بلن حکومت و ریاست و بدبخت، رفته پول حسابی، چون به قول لغت های خود ما که عادت داریم میلیاردها دلار را اونجوری نمی آمدن، فرستاده بزرگترین علمای یهود دنیا رو آوردن، آخر اونجا که نبودن، پول خیلی داد، مسیحیان بزرگترین علماشون آمدن، مال مجوس هم آوردن، چه خرج میکردن. یه عمران صابی بود، هیچ کس حریفش نمیشد غیر از امام معصوم، میگفت خدا نیست، حریف دلیلاش نمیشد. خیلی من خوندم دلیلش رو، امام جواب نده، ما بجلال نیستیم جواب بدیم، اینم آورده بود. وقتی با پول زیادی ناومدن رسیدن، خودش خصوصی قبلا جلسه رفت پلوشون، گفتش که یک دروغگوی پسر دروغگویی و یک ساحر پسر ساحری با سحراش مردم رو اخفال میکنه و میگه این حکومت باید من انجام بدم، من باید رئیس باشم. و امام معصوم هم میگه، میگه من میخوام باهاش بحث کنم، میگه همه چی بلدم، میخوام باهاش بحث کنید و شما عالم ترینید، کتابا را ما آوردید تا بفهمه بلد نیست بدونه، ولی اینو بهتون بگم، شما خیال نکنید من مسلمانم و قدرتمندم و دفاع میکنم، صاف بگوید محمد یک دروغگوی کذابی بوده، بیشتر نبود. شما قبول ندارید همونو بگو، من چیز نمیکنم، باید بگو، اون همش مینازه به جدش و دروغ، قرآن هم همش چرته، بگو صاف، از من نترسید، فقط کتابای خودتون رو دفاع کنید. تازه اینا رو هم اشتباه کرده و گفته چی بود. حالا امام هشتم اومده بحث رو شده، این من داشته فیلم سریال میخواستن درست کنن که کردن یه ساعتی، خوشبختانه حالا چجور بوده تمام این بحثات تو کتاب نوشته. مشهد وقت رفتی دنی تهران هم هست، حالا مشهدی
دو جلد قبطیتور هم هست میشنم چه حجمی داره دو جلد. علی ابن مسترزا کتاب نوشتم، خیلی آموزش توشه. اون بحث هارم نوشتم. من این وقت حساب کردم بحث های امام هشتون با این اهل کتاب اگه بخوان 12 ساعت طول میکشه. چجوری اینا میخوان تا 1 ساعت بگن؟ خب حالا کمش کردن دیگه. ما این بند خدا که امام هشتون هم شده تو فیلمه یک جمله را غلط گفت رو بی سوادی. خب اینقدر سواد نداشته بودم بعد با این را کنترل کنم. خیلی امام هشتون غلط میگه جمله دی علمه. خب نمان را پیشن. خب آره ببینید اون وقت این آقا نشسته بحث شروع شد. اصل آقا چیزی نمیفرمود. اینجا نشسته بود کتاب ها جلوشون باز با علمای مسیح فرمود. آقا اناجیل زیادن 4 تا انجیل بعد چی چی الان 130 جور انجیل داریم. به اون میگفت اون انجیل رو باز کن جلوشون صفحه فلان رو بیار. اصلا این جلوشون اون صفحه اونجا بود. خط فلان گوش کن به همون زبان آقا میخوند انجیل به اون زبانی که نوشته عبریوی هم و اون هم بگو اینجا نوشته فلان صفحه رو بیار میخوند اینجا نوشته. اینا بعدن خبر بردن یه نفر تو کره زمین پیدا شده هیچ کس اینجور اناجیل بلد نیست. ما که خودمون آخوند این کاریم و بزرگترین عالمیم و داریم نونشون میخوریم اینجور حفظ نیستم از صفحه و شماره. بدون نگاه کردن میگفت و از کتابای جلوشون ثابت کرد پیغمبر اسلام حق بعد ایمان بیاره. مگر میگفتن کتابای ما دروغه. خیلی ما علم بخواد. یهودی هم همطور با هم کتابا که آورده بودن. مجوسی هم با هم کتاب اوستا شد. طول کشید بحث. وسط بحث هم اذان شد. آقا من نماز بخونم میشینم. الان تموم میشه نه. این رئیس جمهورمون هم رفته با این چیز نماز شد رفت نماز خوند و بعد نشستم آقای رئیس هم کار ما بشتون. خب اثر های تبلیغی داره خیلی. اما نماز طول نده خب نماز دو 3 دقیقه 3-4 دقیقه نماز دادم بخونه. عرضم بر این که ببینید تمام اینا اگر میگفتن ایمان نمیاریم باید بگن تورات دروغه باید بگن انجیل دروغه اون دیگه همه هی من شد. این میخواست امام هشتم رو اینجا کنف کنه. خبر امام هشتم به همه جهان رفت. آه یه نفر پیدا شده همه اینا رو بلد. اون عمران صابی هم محکومش کرده و ببینید این علم میرفاست اما دروغ چرا تکذیب میکنیم؟ اون وقت هم این قرآنی که همه چی توشه الان نگفت تورات تفصیلن به کل شهر کل شهر. الان گرفتاری های علمی که ما داریم کم بوده سواد دیگه. مثلا ایدز رو کاملا هنوز نتونستن سرفش کنن. الان کرونا رو تشکیل کردن یا اون مقدار که پیش رفت کنن امراض مختلف و خیلی مجهولات علمی خیلی زیاده. اون آقا همه مجهولات علمی رو میبین بگن امام زمان وقتی ظهور میکنه وارد هر شهری میشه اول علماشو میخواد. عالم که میگن ذهنتون با آخوند و دکتر مهندس نداره. هر علمی مثلا آشپزی علمه قالی بافی علمه هر کی دانشی داره میفرماد چه گرفتاری تو کارهای علمی تون داره. تو کار علمی همه گرفتاری دارن همه. الان همه مراجع ما هر جا میگن احوت بلد نیستن دیگه نمیگه اینجا ما نفهمیدیم که میبینن این آقا به همون زبان دانشگاه و علومی که هست و هر چی هست خیلی قشنگ جواب میده و حل میکنه. میگن آقا آخرین حرف مثلا دینی تو حوزه نجف و قمه. شما کجا بلد شد اینا رو؟ خب شو یا پزشکی یا شیمی یا هرچی دانشمندن. خب شکر برچه بفرماد علمی که خدا با آدم صفت الله داد پلم منه. خدا داد به نوح نبی داد پلم منه و اول علم پیغمبر اسلام خدا داده. نه اینکه کتاب مفوق اینا سمرم میدونم شما تا زیش خیلی نمیدونید حالا تا بدون. ببینید با این علم میان خب فرد امام یعنی همچه کسی همچین جور. شما تاریخ ها رو بردارید قافله یهودی میامد. یهودی ها خیلی گاهی اهل تتبع بودن. پلو پیغمبر اسلام تو مدینه یک سوال جواب های کپر در خیچی سواله رو میکنه آدم چارشاخ میمونه. حالا بعد پیغمبر جواب داده نوشتن آدم یاد میگیره که ببینن بلده سواد داره چه مطلب شوخی نه. میگه من پیغمبر خدام دیگه خودم حرف نمیزنم خدا با من خدا که همه چی بلده. خب تو هم بگو بابا آیات میفسد دینمونه میخوایم بهش بریم گوش بر به اون برش
عقل رو به کار بگیر، فهم رو به کار بگیر. این اونه که داره میگذره واقعا. خدا به قرآن کریم دستمون رو بگیره انشاءالله. خب استفاده کسی نداره میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا مشکلات رو برداره، به خاطر امام هشتم به هممون رحم کنه، ما را عالم به قرآن قرار بده، عامل به قرآن هم قرار بده. اللهم صل علی محمد.